برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شورای آموزش سان فرانسیسکو تصمیم گرفته است که تعطیلات بهاری دانش آموزان این ایالت سال آینده برای تطبیق با تعطیلات عید به عقب برگردد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که هیئت مدیره مدرسه قطعنامه ای را لغو کرد که اعیاد فطر و قربان را به عنوان تعطیلات در سال تقویمی 2022-2023 اعلام می کرد که اعتراض دانش آموزان و خانواده هایشان را برانگیخت. شورای آموزش این ایالت گفته تعطیلات بهار 2024 به عقب برده می شود تا دانش آموزان مسلمان بتوانند تعطیلات عیدشان را که احتمالاً در 9 یا 10 آوریل برگزار می شود برگزار کنند. گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرده حدود 30 مهاجر در جریان تلاش یک کشتی باری برای نجات آنها مفقود شدند. در جریان این عملیات قایق مهاجران واژگون شده که 17 نفر نجات یافتند و 30 تن دیگر ناپدید شدند. عبور از دریای مدیترانه برای رسیدن به سواحل کشورهای اروپایی هر ساله باعث جان باختن هزاران پناهجویی می شود که از شمال آفریقا یا از سواحل ترکیه تلاش می کنند خود را به اروپا برسانند. در آخرین حادثه در تاریخ 16 فوریه حدود 70 پناهجو در سواحل جنوب ایتالیا جان باختند. بیشتر این پناهجویان از ایران، افغانستان و پاکستان بودند. بامداد امروز دوشنبه 22 اسفند 1401 سه زمین لرزه بخشهای از ترکیه را لرزاند. بر اساس گزارش مرکز لرزنگاری جهانی والکنو دیسکاوری زمین لرزه نخست به بزرگی 4.4 ریشتر ساعت 5:30 به وقت محلی رخ داده است. زمین لرزه دوم 4.2 ریشتر و زلزله سوم 3.6 ریشتر ثبت شده است. روز یکشنبه 21 اسفند 1401 نیز زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.9 ریشتر در استان آدانای ترکیه رخ داد. این در حالی است که زمین لرزه‌های پیاپی در ماه فوریه در ترکیه و سوریه جان بیش از 50,000 تن را گرفته و شمار زیادی از شهروندان این کشورها را بی خانمان کرده است.